به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه تیردیکاران عزیز. مهدی زارعی هستم، مدرس نرم افزارهای معماری. دوستان، در این جلسه تصمیم گرفتیم استارت مدل سازی برج های مشهور را بزنیم. خب اولین برجی که انتخاب میکنیم برج کنتون هست. خب برای بحث مدل سازی یه نکته ای که باید در نظر بگیرید اینه که شما کافیه فقط به پلاگین های کاربردی مسلط باشید، یعنی نیاز نیست برای اینکه هر برجی رو میبینید مدل سازیش رو یاد بگیرید، بلکه باید به پلاگین های کاربردی مسلط باشید که وقتی یک برجی رو مشاهده میکنید راحت بتونید سازه اون برج رو برای خودتون تو ذهن خودتون شبیه سازی کنید و سریع نرم افزار اسکچاپ رو باز کنید، سازش رو شبیه سازی کنید و بعد پوستش رو و کل حجم رو به همین روش تکمیل کنید. خب این بر اساس این عکس، اون چیزی که ما داخل عکس مشاهده میکنیم، خب یک سازه داره که به صورت عمودی هست که کمی پیچش خورده و یک سازه داره، این سازه‌ای که نازکتر هست، دور تا دور حجم به اصطلاح حرکت کرده. خب ما خیلی راحت میتونیم این فرم رو شبیه سازی کنیم. اول از همه نرم افزار اسکچاپ رو باز میکنیم. روند آموزش به این صورت هست که هر پروژه‌ای که می‌خوایم مدل سازی کنیم، اول پلاگین‌هایی که داخل این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرن نام می‌بریم، بعد شروع می‌کنیم اون پروژه رو مدل سازی می‌کنیم. خب یه نکته رو در نظر بگیرید که دو پلاگین کواد فیس و پلاگین ورتکس تولز، این دو پلاگین در 99% مدل سازی برج‌های مشهور، مدل سازی‌های پارامتریک مورد استفاده قرار می‌گیره. فوق‌العاده پلاگین‌های پرکاربردی هستن. پس جلسات قبلی رو به صورت کامل مشاهده کنید که به نحو احسن کل پلاگین‌های کاربردی رو آموزش دادم. پس برای مدل سازی این پروژه یکی پلاگین کواد فیس نیازه، یکی پلاگین جوینت پوش پول، یکی پروفایل بیلدر، کورویلا و ورتکس تولز. خب این پلاگین ها رو من قرار میدم داخل این دوتا رو میذارم بالا باشه. خب ما حجم رو یه مرور میکنیم. پس یک سازه عمودی داریم، سازه‌ای داریم که مایل شده و در کل یه پیچش خورده روی حجممون. برای اینکه این فرم رو مدل سازی کنیم، اولین کاری که باید کنیم میبینیم که یک فرم تقریبا دایره شکل هست. پس ما میبینیم چیکار میکنیم. با ابزار سیرکل قبل از اینکه ما کلیک کنیم باید مشخص کنیم که چند تا زل داشته باشه این دایره‌ای که میخوایم ترسیم کنیم و با توجه به این فرمی که هست ما باید حداقل 20 تا زل برای این دایره در نظر بگیریم. داخل محیط اسکچاپ همونطورم که قبلا توضیح دادم، برای اینکه زل تعریف کنیم قبل از اینکه دایره رو ترسیم کنیم شما تایپ میکنید، مثلا میگم 20 s enter. الان دایره‌ای که ما می‌خوایم ترسیم کنیم به فرض مثلا 20 تا خدمت شما که عرض شود 20 تا زل داره و شعار رو مشخص میکنیم که با چه شعاعی مد نظرمونه. ما مثلا میگم شعاع 10 رو در نظر میگیریم که قطر 20 بشه، شعاع 10 متر اینتر. الان دایره ما 20 تا زل داره. خیلی خوب، حالا شما به دو روش میتونید این ارتفاع رو مشخص کنید، یا اینکه بیاید یک خط ترسیم کنید. به فرض مثلا اگر ارتفاع این ساختمون 150 متر باشه، شما میاد چیکار میکنید؟ یا میاد یه خط ترسیم میکنید با لاین، خب بعد این خط رو 20 بار تکرار میکنید دور این دایره که به اصطلاح بخوایم این فرم رو بسازیم. یا اینکه چیکار میکنید؟ ما میایم به این دایره ارتفاع 150 متری میدیم. این روش دومه و به نظر من یک روش خیلی راحت ترم هست. خب بعد میایم چه کار میکنیم؟ میایم از قسمت ویو هایدن جیومتری اینو روشن میکنیم. وقتی اینو روشن میکنیم این خطوط رو مشاهده میکنیم. این همون خطوطی هست که ما میخواستیم بیایم به صورت جداگونه دور تا دور اون دایره ترسیم کنیم، ولی از این روش خیلی سریع ارتفاع رو مشخص کردیم، این خطوط هم مشخص هست.
خیلی راحت شما میتونید این خطوط رو انتخاب کنید و با ابزار مثلا کواد فیس کل خطوط رو انتخاب کنید. وقتی کل خطوط رو انتخاب کردید میاد چیکار میکنید؟ میاد در این قسمت، من اینا رو میبندم، در قسمت سافتن، در قسمت سافتن روی این قسمت کلیک راست میکنید، میزنید سافتن اسموز، اینو کلیک کردیم. ببینید اینو همیشه برای اینکه نقاط رو تبدیل کنید به خط به انتها بچسبونید و این دوتا تیک رو همیشه بردارید. خیلی خوب، این خطوط مشخص شدن. من خطوط رو بیرون میکشم، اوکی، خب اینو تبدیل میکنم به گروه. یا شما میتونید کلیک راست کنید بزنید میک گروه، یا اینکه چیکار کنید، شما بیایید یک شورتکات براش تعریف کنید، یعنی یه شورتکات بزنید، مثلا من کنترل جی رو به عنوان شورتکات گذاشتم، اگه جی بزنید کامپوننت باز میشه. کنترل جی که گذاشتم تبدیلش میکنه به گروه، کنترل جی رو میزنم که تبدیل کنه به گروه. خیلی خوب، اولین کاری که ما باید کنیم چیه؟ یه پیچش داخل حجم اصلی به وجود بیاریم، یعنی همین پیچشی که شما داخل ساختمون میبینید. ببینید یه پیچشی هست حدوداً مثلا بین 100 تا 120 درجه پیچش خورده. وارد گروه میشیم، خب ورتکس تورز رو انتخاب میکنیم. خب من شورتکاتش گذاشتم وی رو میزنم، نقاط رو انتخاب میکنم، خب خط آبی رو به اندازه 120 درجه میپیچونم سمت راست پایین. ببینید درجه رو به اصطلاح به شما نمایش میده، من 120 درجه میپیچونم. خیلی خوب، این تا اینجا اوکی. حالا ما میام چیکار میکنیم؟ ما باید بیاین این پیچشی که دور ساختمون خورده، این خطوط رو مشخص کنیم. خب ببینید من خیلی مبتدی توضیح میدم که همه عزیزان متوجه بشن مراحل کارو. میام یه صفحه زیرش ترسیم میکنم، ارتفاع کار ما چقدر بود؟ ارتفاع کار ما 150 تا بود. میخوام طبقات رو مشخص کنم اول. 150 تایپ میکنیم، اینتر میزنیم. خب به فرض این که ما هر طبق 3 متر باشه اسلش میزنیم، تقسیم بر 50 میکنیم، اینتر میزنیم. خب ببینید ساختمون ما سمت تقسیم بندی شد. خیلی خوب، حالا میام چه کار میکنیم؟ این خیلی مهمه، اینو دقت کنیم. ما میخوایم بیام چه کار کنیم؟ این خطی که پیچش خورده دور ساختمون رو میخوایم مشخص کنیم، این خط رو. خب پس میایم از یکی از خطوط شروع میکنیم، مثلا از این بزن لاین رو انتخاب میکنیم، روی این زاویه قرار میدیم، از این نقطه به این نقطه وصل میکنیم. خب بعد میام چی کار میکنیم؟ میام این خط رو نصف میکنیم، یعنی به خاطر چی؟ حالا در ادامه متوجه میشید. من اینو نصف میکنم، اوکی، خب حالا جفتش رو انتخاب میکنم، اینو میکنم گروه. خب حالا در ادامه متوجه میشید کجا کار بکنم. دبل کلیک میکنم وارد گروه میشم. خب شما باید با استفاده از ابزار لاین انتها رو به ابتدا وصل کنید که یک پیچشی دور ساختمون به وجود بیاد. ببینید ابتدا به انتها، دوباره ابتدای این طبقه به انتهای طبقه بالاتر، همین روش رو انجام میدیم تا مدل سازی، تا پیچش دور حجم به اتمام برسه. خب من فیلم رو اینجا استوب کردم که وقت شما کمتر گرفته بشه و دیگه رسیدم به آخرای برج. اوکی؟
اسکیپ میزنم. خب ما میایم پایین، میایم ابتدای جایی که استارت شروع کار ما بود. خیلی خوب، حالا ببینید این میشه دقیقا همون خطی که دور حجم ما پیچش خورده، ولی باید 19 بار دیگه تکرار بشه تا این شکل به وجود بیاد. ببینید 19 بار این تکرار شده. خب میایم چیکار میکنیم؟ خب ما چرا اومدیم همون اول اینو گروپ کردیم؟ به این خاطر بود که وقتی که این خطوط رو ترسیم میکنیم نخواهیم بیایم دوباره یکی یکی انتخابش کنیم بعد ولدش کنیم. یکی از راههایی که به کار شما سرعت میده اینه که اون خطوط ها همون اول حالا یا گروپ میکنید یا کامپوننت، که بعداً خیلی سریع بتونید ادامه مدل سازی رو انجام بدید. خیلی خوب، من این خط رو انتخاب میکنم، میام با ابزار روتیت از مرکز کلیک میکنم، میذارم رو خط دوم. خب ما باید 19 تا خط دیگه داشته باشیم چون زل ما 20 تایی هست، یه دونه هست 19 تا دیگه. کلیک میکنم، تایپ میکنم مثلا x 19، اینتر میزنم. ببینید 19 تا دیگه برای من درست کرد. خب باید چیکار کنیم اینجا؟ میکنیم ما میام اول کل خطوط رو انتخاب میکنیم، میاریم بیرون، از حالت کامپوننت خارج میکنیم، ما اول این مرحله رو میریم بعد میریم دوباره گروپش میکنیم. خب اوکی، بعد میایم کلش رو انتخاب میکنیم با ابزار کوربی لافت، روی این گزینه کلیک میکنیم، ساب میکنیم تا صفحه رو برای ما تشکیل بده. اوکی خب زوم میکنیم، ببینید یک سری از صفحات تیره هستن، یک سری از صفحات روشن هستن. ما اول میایم چیکار میکنیم؟ میایم اول حالت جیومتری رو خاموش میکنیم، روی که از صفحات سفید کلیک میکنیم، کلیک راست اورینت فیس رو میزنیم که همش یه دست تیره بشه، دوباره کلیک راست میزنیم ریورس فیس رو میزنیم. خب برمیگردیم به حالت قبل، پوسته رو انتخاب میکنیم، موش میکنیم، میاریم روی حجممون قرار میدیم. اوکی خب حالا میایم طبقات رو، خطوط طبقات رو به اصطلاح روی بدنه مشخص میکنیم. برای این کار میایم چیکار میکنیم؟ میایم کل این مربعهایی که ترسیم کردیم رو انتخاب میکنیم، بعد میایم کلیک راست میزنیم، میزنیم اینترفیس وید مودل. خب انتخاب دلیت. اوکی ببینید ما دو تا کار میتونیم کنیم، یا اینکه همین الان بیاین خدمت شما که عرض شود با ابزار اسکی بیاین بدنه رو کمی لاغرتر کنیم که این شکل به وجود بیاد، یا اینکه نه بعد از اینکه شکل به وجود اومد حالا ما میتونیم در مرحله آخر این کار انجام میدیم. پس الان میایم چیکار میکنیم؟ الان میایم مثلا میگم که رو حالت پارالل میذاریم، میخوایم کل طبقات رو انتخاب کنیم، صفحه طبقات رو انتخاب کنیم. خب کنترل جی میزنیم، کلش انتخاب شده، واردش میشیم، بعد میایم با ابزار جوینت پوش پول با جی کلیک میکنیم، یه ضخامت به طبقه میدیم، کلیک راست، کلیک چپ به سمت پایین. خب منفی حالا سی سی و پایین دست خودتونه، منفی اینتر میزنیم، صبر میکنم تا پردازش کنم. ضخامت کف طبقات الان 30 سانت شد. خیلی تا اینجا اوکی.
خب باید ببینیم دیگه چه چیزی ما داریم. ببینید خطوط عمودی که پیچش خورده الان یه ضخامتی داره. خب با استفاده از ابزار یا پلاگین پروفایل بیلدر ما میایم یک دایره ترسیم میکنیم، مثلا ضخامتش رو میزنیم 300. بعد این دایره رو با استفاده از ابزار پروفایل بیلدر با زدن به علاوه و اوکی کردن، چون من از قبل بهش دادم دیگه نیاز نیست، خب اینو براش تعریف میکنیم، این دایره رو پاک میکنیم. خب دوستانی که جلسات قبل رو دیدن میدونن نحوه کار کردن پلاگین پروفایل بیلدر به چه صورته. خب اینو پاک میکنیم، میایم چه کار میکنیم؟ میایم خطوطمون رو انتخاب میکنیم، اینو من میتونم هاید کنم. خب این خطم رو انتخاب میکنم، دبل کلیک میکنم، کنترل آ میزنم، بعد با استفاده از این گزینه الان پس بیلد الان پس یک کلیک میکنم. حالا خدمت که اصلا ضخامتش 1/10، من ضخامتش رو میکنم 30، اتوماتیک پایین میشه 30. بیلد رو میزنم. خب ببینید این سازه های عمودی بود که پیچش خورده. خب در کنار اون من آن هایت میزنم. خب اوکی، به این شکل شد. خب این خطوط دیگه هم هست دیگه، این خطوط. خب من میام چیکار میکنم؟ دوباره میام اینو هایت میکنم. خب این خطوط رو انتخاب میکنم، دبل کلیک، کنترل آ، اینو میذارم روی 1/10. خب بیلد پس رو میزنم. خب ببینید به اصطلاح انجام نشد. باید چی کار کنیم؟ باید از حالت گروپ اول خارجش کنیم. کلیک راست میکنیم، میزنیم اکسپلور، اوکی. بعد حالا همش رو با هم گروپ میکنیم و حالا دبل کلیک میکنیم داخل گروه، کنترل آ میزنیم، بعد میایم دوباره دستور رو اجرا میکنیم. صبر میکنیم تا انجام بشه. یکم زمان میبره. اوکی این خطوط هم انجام شد. بعد میام داخل ادیت، آن های لاست، آخریش رو چیز میکنیم. این صفحه ما میتونیم متریال پنجره بهش بدیم. میام داخل قسمت متریال، حالا هر متریالی که مد نظرتون هست اعمال میکنید بهش، متریال مثلا مشکی. اوکی به همین راحتی ببینید شکل شما به وجود اومد، دقیقا همون تصویری که اول آموزش مشاهده کردیم. خب حالا اگر ما میخوایم کمی عرضش کمتر بشه میتونیم کلش رو انتخاب کنیم با ابزار اسکیل، خیلی سریع قطر اینو کمتر کنیم. تموم شد. خب دوستان امیدوارم از این جلسه از آموزش لذت برده باشید. فقط مجددا تکرار میکنم که حتما پلاگین کواد فیس، ورتکس تولز، ساب دی و کوروی لافت بهش مسلط بشین تا انشالله پروژه های دیگر رو که داریم آموزش میدیم خیلی سریع نکاتی که میگیم و متوجه بشید و بتونیم پروژه رو مدل سازی کنیم.